امین و سوفیا مهر، کارشناس روابط بین‌الملل از بلومینگتون با ما همراه شدن. آقای سوفیا مهر، سه تا کشور اروپایی هم تو که گفتیم عملاً از جمهوری اسلامی خواستن تا محل مواد هسته‌ای اعلام نشده تو خاک خودش رو اعلام کنه. آیا اصلا چنین اظهار صریح جمهوری اسلامی رو وادار می‌کنه که به سوالات آژانس پاسخ بده؟ درود بر شما و بینندگان گرامی. ببینید، این بار نخست نیست که مقامات غربی از جمهوری اسلامی خواستن که پاسخگو باشه در مورد به هر حال اون پنهانکاریایی که در یک برهه زمانی انجام داده و غرب دست پیدا کرده به سه منشأ اورانیوم با منشأ انسانی در سه سایت و الان جمهوری اسلامی خواهان پاسخگویی نیست و اینو شرط احیای برجام گذاشته، در صورتی که غرب و آژانس میگه که این لزوماً با سازش سیاسی مسئله حل نمیشه، بلکه جمهوری اسلامی باید پاسخ مستدل و حقوقی بده و اینکه آیا واقعاً قصد دستیابی به بمب اتم داشته یا نه. با توجه به حجم اسنادی که اسرائیلی‌ها از ایران سرقت کردن، نشون میده که جمهوری اسلامی در پی ساخت بمب اتم بوده. منتها جمهوری اسلامی نمیتونه حالا اینو بپذیره که بله، این به اصطلاح کشف اورانیوم برمیگرده به همون تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتم در یک مقطع زمانی خاص. اما آیا واقعا این بیانیه ها میتونه گره فرو بسته احیای برجام رو باز کنه؟ بسیار جای شک و تردیده. این بیانیه ها بسیار اعلام شده و گفته شده و چون که سخن هیچ اهرم فشاری همراه هیچ اهرم فشاری نیست و هویج بدون چماقه، به نظر نمیاد که تأثیری روی رفتار جمهوری اسلامی داشته باشه. جمهوری اسلامی برداشتش اینه که غرب اکنون ضعیفه، بنابراین میتونه تا حدودی غرب رو بازی بده، یک قدم به جلو میذاره و دو قدم به عقب. این الگوی رفتاری جمهوری اسلامی بوده از زمانی که مذاکرات برجام آغاز شده. از یک سال و نیم همیشه گفته شده که یک هفته تا حصول توافق وقت داریم، اما این یک هفته یک سال و نیم طول کشیده. بله، خب الان شما خودتون هم حتی توضیح دادیم، ولی خب تو این بیانیه هم گفته شده که توافق برجام نمیتونه مانعی بشه برای فرار از سوالات آژانس هسته‌ای. حالا از اون ور هم میبینیم که جمهوری اسلامی از پاسخگویی به آژانس هسته‌ای داره تفره میره. آیا میشه گفتش که این توافق به بنبست جدیدی برخورد کرده؟ شما گفتید که خیلی خوشبین نیستیم، ولی آیا به بنبست رسیده؟ بله، به نظر من هر دو طرف نمیتونن مرگ مذاکرات رو اعلام کنن. برای هر دو طرف شکست سیاسی و علاوه بر اون باعث خواهد شد به گزینه‌هایی بیاندیشن که اون گزینه‌ها براشون قابل قبول نیست و مطلوب نیست و هضم اونها براشون دشواره. بنابراین بله، کلاف سردرگم احیای برجام کماکان در هم پیچه و هنوز راه حلی برای گشودن این وجود نداره و به نظر میاد که دیپلماسی شکست خورده. آیا غرب تا چه زمانی میتونه این مسیر رو پیش بره و این شو رو به اصطلاح نگه داره و این صورتک و ماسک رو بر چهره بزنه که ما در حال انجام دیپلماسی هستیم و دیپلماسی مانع وقوع تنش خواهد شد؟ اما به نظر میاد که اگر که جمهوری اسلامی با همین شتاب به سمت ساخت بمب اتم بره، چه بسا اون موقع تنش ها بالاتر خواهد رفت. ببین، تن زدن از تنش به معنای کاهش تنش نیست، به معنای اینه که در آینده این تنش با حجم و عمق بیشتری ظهور خواهد کرد. اگر که از تنش ها فرار کنیم، اونها ما رو دنبال میکنن. به نظر میاد آقای بایدن نمیخواد با این واقعیت تلخ روبرو بشه. ممنونم از شما امین سوفیا مهر، کارشناس روابط بین‌الملل از بلومینگتون با ما همراه بودید.